صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ومن خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: وهذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار، وقد قتل حسان ابن حسان البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها، ولقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزع منها حجلها وقلبها وقلائدها ورعاثها ما تمتنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام، فانصرفوا وافرين، ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم. یکی از خطبه های بسیار بسیار مهم آقا امیر المؤمنین صلوات الله علیه، که البته همه خطبه های حضرت مهمه، امیر المؤمنین سلام الله علیه یه فرمایشات عادی ندارن، هرچه می فرماین تمام علم است و حکمت است و معرفت. اصلا مثل این که اگر امیر المؤمنین سلام الله علیه اگر بخوان عادی صحبت کنن نمیتونن، باید فرمایشاتشون در اون اوج فصاحت و بلاغت و دارای مطالب بسیار بسیار قیمتی باشه. علی کل حال یکی از این خطبه های آقا که دیگه مال اون ایام اخیر بود، غیر از اونی که دیشب خوندم خدمتتون، این خطبه دیگریست که در اون اواخر که آقا در این خطبه خیلی درد دل میکنن از دست اصحابشون. این اصحاب حضرت آدم های تارک و صلات نبودن، آدم های مثلا فرض بفرمایید که اهل فسق و فجور، رو که از این جهت حضرت از اینها شکایت و درد دل مثلا می کردن، اینا را امر به جهاد می کردن، جنگ با معاویه. اگر تابستان بود می گفتن آقا هوا گرمه، حالا صبر کن هوا خنک بشه، هوا خنک می شد می گفتن حالا سرما و برق و بارونه، بذار هوا گرم بشه، همینطور سرما گرما می کردن. تمام این مطالب را در خطبه، همین خطبه حضرت امیر بیان فرمودن. اگر تابستون میگم حرکت کنید میگید هوا گرمه، اگر زمستون میگم حرکت کنید میگید هوا سرده. علی کل تا میرسن به اینجا سرحد عراق و شام اون روز در زمان آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یه شهری بود که اسم اون شهر انبار بود. در اینجا به عنوان مرز و مرزبانی 2000 سرباز که در اون زمان یکی از کارهای سربازها در کشورهای اسلامی مرابطه بود، که حتی در کتب فقهی هم نوشتن این است که هر کسی میرفت یه ماه در مرز میموند به عنوان نگهداری مرز. این میامد یه گروه دیگه میرفتن این مرز را نگه میداشتن. یک حسان ابن حسانی که والی شهر انبار بود دید وضع آرومه، حالا این 2000 نفر سربازی که
برای مرزبانی اونجا بودن، اینا هر کدوم اومدن از ایشون اجازه گرفتن، آقا اجازه ده من برم چند روز شهرمون، من برم زن بچه‌مو ببینم، من برم کار دارم. رفتن و رفتن، فقط 200 نفر باقی موندن. یک مرتبه یک ارتشی از طرف معاویه بی خبر بی سر و صدا وارد شهر انبار شد و 200 نفر در مقابل 2000 نفر لشکری که آمده بود از طرف شام، معلومه مقاومت نمیتونن بکنن، 200 نفر کشته شدن. حسان ابن حسان کشته شد. بعدن لشکر معاویه افتادن به زن و بچه های مسلمان ها. ولقد بلغنی خبر، به من اینجور رسیده، امیرالمؤمنین میفرماین ان الرجل منهم، از لشکر دشمن، کان یدخل علی المرأة المسلمه، مردا کشته شدن دیگه، این زن و بچه ها بی مرد و بی والی مونده بودن، اینا میریختن تو خونه ها لشکر معاویه، خانه های مسلمان ها یا خانه های زنهایی که مسلمان نبودن اما در معاهده اسلام بودن، خانواده های یهودی، خانواده های مسیحی ولی در ذمه اسلام بودن، یعنی تحت حمایت دولت اسلامی بودن، اینها وارد می شدن و تمام آلات زینت های این زنها رو می گرفتن، دستبند بود، گوشواره بود، گردنبند بود، و این زنها چطور نمی توانستن مقاومتی نشون بدن به غیر از التماس و التجا کردن. دشمن خونخوار هم که التماس و التجا نمی فهمه، خواهش و تبرع و اینها درش اثر نمی کنه. شراح نهج البلاغه، قدیمی ها و جدیدی ها، به اینجا که می رسن که این جمله ها را، این جملات را شرح بدن، میگن امیرالمؤمنین اینجا روی یک وتر حساسی زدن. چرا؟ چون مردم اون روز مردمان با غیرتی بودن، لذا امیرالمؤمنین میخواستن غیرت اینها را به هیجان بیارن. دروغ هم نبود، یعنی از این راه که ای مردمان با غیرت، آخر آدم اگر با غیرت شد، این غیرتش نباید مخصوص زن و بچه خودش باشه، باید تمام زنهای مسلمان ها را ارض و ناموس خودش حساب کنه. اگر دید که یک تعدی به یک زن مسلمان میشه، نگه به من چه، مربوط به من نیست، من که نمیدونم این زن کی هست، دختر کی هست، نه آقا، اینم چون زن مسلمانه ناموس شما حساب میشه، به من چه نیست. اون اندازه ای که میسر و ممکن است، انسان باید اینجا بالاخره یه اظهار وجودی بکنه، یه دفاعی بکنه، یه حرفی بزنه، سر صدای را بیاندازه. اینهایی که شرح نوشتن بر فرمایش امیرالمؤمنین و این خطبه به طور خصوص، میگن امیرالمؤمنین به اصحابشون دارن خبر میدن که لشکریان معاویه بر زنهای مسلمان وارد شدن و تمام آلات و زینتهای اینا رو گرفتن. چرا نشستید؟ چرا حرکت نمی کنید؟ از برای حرکت دادن لشکر این کلمات را امیرالمؤمنین می فرمون. حالا که بالاخره ما دیشب و امشب و شبهای آینده هم انشاءالله عرایزی مطالبی که عرض می کنیم در حول حوش شخصیت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست، ضمناً یه استفاده هم برای الان خودمون، امروز خودمون، از برکات آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه کرده باشیم. آقایون ببینید، امروز در تمام دنیا اون کسانی که پول دارن، اون کسانی که یه چیزهای قیمتی دارن، به هر وسیله، حالا هر جوری که هست، این پولها، این ثروتها، این جواهرات، این چیزهای قیمتی را نگهداری میکنن. این گاو صندوقایی که هست، صندوقای آهنی، اون کلیدا و اون دستگاه‌های مخصوصی که هست، اتاق‌های محکم، سویچ‌های محکم، زیر زمینی‌های چطور، از برای نگهداری که مبادا یه وقتی یه دزدی بیاد مثلا در مغازه رو بشکنه، بریزه تو دکان زرگری، دکان جواهر فروشی، اداره مثلا فرض کن که بانگ مثلا، لذا اون اندازه‌ای که ممکن و میسرشون باشه
برای نگهداری اموال وسائل حفظ و نگهداری را فراهم میکنن، اتاقهای خیلی محکم، زیرزمینیهای خیلی محکم، یا صندوقهای فولادی و آهنی خیلی محکم که مبادا این طلاها دزدیده بشه، مبادا این جواهرها، این پولها مثلا دزدیده بشه. بسیار خوب، این یه کار عقلاییه، اشکاری نداره که انسان حالا اموال اموال خودشه یا اموال مردمه، امانت، اینها را اون منتهای احتیاط را میکند و این اموال را نگهداری میکنه که مبادا تلف بشه، مبادا دزدهایی پیدا بشن و بیان و بشکنن در و چکار کنن و این اموال را بردارن. اینو یه حرفای بازاری خیلی واضحه، اما اینو توجه داشته باشید که اگر یه وقتی یه دزدی بیاد اموال انسان را بدزده، این برای آدم ننگ و عار نیست. دزد آمده توی خانه نبودیم، مثلا خواب بودیم، آمدن و هرچی بوده برداشتن بردن، همه هم دلشون میسوزه بر این انسان مظلومی که دزد اموالش برده. دیگه این یک ننگ و عار و سربزیری نیست. اما اگر دزد ارض و ناموس انسان رو دزدید، اینجا چطور میشه؟ اینجا العیاذ بالله، العیاذ بالله، اینجا سربزیری و ننگ و عار و خجلت و شرمندگی و روسیاهی و حالا ولو خود بیچارش هم خودش کاری نکرده، ولی یک پیش آمده، یک واقعی، حادثه شده که بالاخره به شخصیت و شرف او صدمه زده. این از برای اینکه این مطلب واقع نشه، در قانون اسلام اولش قرآن خداوند عالم قانون حجاب قرار داده، و ان سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. پیغمبر اکرم یه ازدواجی کرده بودن، یه اطعامی هم کردن، یه عده رو دعوت کردن که اینا بیان مثلا غذا بخورن. اینا نمیدونم حالا بعضیشون آدمای چجوری بودن، اینایی که مجمع البیان و دیگران نوشتن، توی یه اتاقی مثل که همون عروس خانم اونجا بوده، اینایی مهمون هایی که اومده بودن گاهی احتیاج به آب پیدا میکردن، احتیاج به ظرف، کاسه، کوزه، چیزی، همطور یه مرتبه میرفتن تو اون اتاق میگفتن کاسه بدید، ظرف بدید، آب بدید. پیغمبر خیلی متأثر میشدن، اینا چجور آدم هایی ناخو، بابا اونجا زن هست، تو یه مرتبه مرد نامحرم هم تو میری تو اتاق یا میری در اتاق و میگی آب بدید، ظرف بدید، چی بدید؟ ولی خب ان ذالکم کان یؤذی رسول الله فیستحی منکم. پیغمبر حیا میکنن، شرم میکنن که حالا شما را دعوت کردن خانه خودشون به عنوان ولیمه، به عنوان اطعام، بعدم پیغمبر تندی بکنن بگن که مثلا آدمای بی حیای بی شرمی فلان، برید گم شید، چرا همچی میکنید؟ شرم میکنه از شما. والله لا یستحی من الحق. اما مردم، خداوند عالم وقتی که حق را بیان میفرماید دیگه حیا معنا نداره در اینجا. حالا که مطلب به اینجا رسید، این جمله را هم عرض بکنم، بعضی از اوقات انسان احتیاج به یه مسائلی پیدا میکنه، حالا مثلا جوانها باشن، مردها باشن، زنها باشن، اینها حیا مانعشون میشه که از یه نفر بپرسن که مثلا ما یه همچه قصه شده، یه همچه پیش آمدی شده و چه کار کنیم. اینجا معروف است که لا حیا فی الدین، در قضایای دینی که مربوط به دین باشه حیا رو باید کنار گذاشت. اونی که میخواد سوال کنه، سوال کنه، و اونی هم که از او سوال میشه اگر حکم را بداند اونم جواب بده. امیرالمومنین فرمودن ولا یستحین احدکم اذا لم یعلم شیء ان یتعلمه. حیا نکنید، به قول معروف خجالت نکشید اگر یه چیزی که نمیدونید، مخصوصا یه چیزی که محل حاجت باشه. آقا یه چیزی که لازمه الان
و الا حالا من برم از یه آقایی که اهل منبره یا اهل مثلا اطلاعه برم بپرسم که اسب حضرت عباس نر بوده یا ماده. خب به تو چه که نر بوده یا ماده، یا رنگش نمیدونم سرخ بوده یا سفید بوده، اینا محل حاجت نیست این حرفا. اونایی که محل حاجته قضایایی که از برای انسان حالا اتفاق شده، بعضی از زنها میامدن بعضی قضایا را، قضایایی که مربوط به زنانه و قضایای زنانگیه، از شخص پیغمبر میپرسیدن، البته به یک اسلوب و به یه الفاظ مؤدبی. بعضی مردها میامدن یه مطالبی را از پیغمبر اکرم میپرسیدن که من اینجا روی منبر شر میکنم نقل کنم برای شما، ولی پیغمبر جواب اینا رو میداد، نمیگو بی حیایی چی اومدی تو سوال میکنی، بالاخره یه گرفتاری برای شده، یه حادثه شده، یه مطلبی شده مربوط به زندگیش، از پیغمبر اکرم میپرسد، یا از امیرالمؤمنین یا از ائمه اطهار که در روایات ما داریم بسیاری یا نامه می نوشتن یا خودشون می آمدن و سوال می کردن و ائمه اطهار سلام الله علیه هم جواب می دادن. لا کل حال اینا وقتی که همطور می رفتن در اتاق و آب می طلبیدن و ظرف می طلبیدن در خانه پیغمبر، آیه نازل شد و ان سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مردم شما یه ظرف آبی میخواهید، یه چیزی میخواهید، از اتاق زنها نرید تو توی اتاق، یا اینکه در اتاق از پشت یک حاجب و مانعی از اینها سوال کنید که نبینید اینها را، که آیه حجاب اون روز نازل شد. خب احکام اسلام اگر یه مرتبه نازل میشد که یه نفرم مسلمون نمیشد، اول قولوا لا اله الا الله تفلحو بود. مردم لا اله الا الله بگی تو همینطور آرام آرام آهسته آهسته در عرض این 23 سال احکام نازل شد. الانم اگر کسی بخواد بره به بلاد اروپا، بلاد غیر اسلامی، اینا رو بخواد دعوت بکنه، اون ساعت اول بگه باید این زنهای غیر مسلمانی که سر تا پاشون همیش لخته، اینا باید چادر چاخچول بپوشن، یک نفر هم دین اسلام را قبول نمی کنه، باید از توحید و از کلمتین شهادتین و نماز آرام 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 تا اینکه بقیه احکام را بیان کند. آیه حجاب هم قصهش اینطوریه که یه مناسبتی شد و اونم حالا چند سال گذشته و مردم مسلمون شدن و ایمان آوردن به خدا و پیغمبر قبول دارن و دارن نماز می خونن و روزه می گیرن و این قضایا که شده، اون حالا آیه حجاب هم نازل شده. من میخوام مطالب رو خیلی مطالب رو ملخص و خلاصه عرض کنم خدمتون. ببینید آقایون، اون وقتی که زنهای مسلمان ها برای حجاب ارزش قائل بودن و مردهای مسلمان یه چیزی که اسمش غیرت بود داشتن، در بلاد اسلامیه این قضایا و فجائعی که الان رو میدهند اینا رو نمیداد. یعنی حوادث ربودن مثلا زنها عیاذ بالله دخترها، یا اینکه اون تجاوزها به قول معروف اعتداهایی که آدم یا روز در روزنامه ها میخونه یا در مجله ها میخونه یا میشنوه، این قضایا نمیشد. چرا حالا شده؟ جهتش این بود که در اون وقت هم مرد مسلمان به قانون خدا که قانون حجاب باشه ایمان داشت و عقیده داشت، و هم زن مسلمان عقیده داشت به این که این حجاب یک شرف و احترامی است از برای او. آخر لابد شاید بعضی ها شنیده باشن یه وقتایی که یه عده به قول معروف فرنگی معابها اینا بر علیه اسلام و احکام اسلام و قوانین اسلام هوچیگری میکردن، از جمله این عبا و چادر را میگفتن کفن سیاه. یعنی زن را چرا کفنش کردی؟ این که زنده هنوز، این کفن سیاه و یا این که مثل کلاغ سیاه و امثال این کلمات را میگفتن که با حجاب جنگ میکردن با حجاب زن. اما اون ملتی که مربوط به قرآن هستن
به پیغمبر و ائمه اطهار سلام الله علیهم هستن، اونهایی که میبینید با این روایاتی که از پیغمبر و ائمه هست راجع به حجاب، که یه شب عرض کردم حضورتون که شیعه الان داره 1400 سال از گریه میکند برای اون مصیبت ها و اون پیش آمد هایی که از برای دختران پیغمبر اتفاق افتاد، که بعد از شهادت امام حسین این گرگ های اهل کوفه، اون مرد های نامرد بی شرف، اینها ریختن در میان خیمه های امام حسین و عبا و چادر و روسری از سر زنها بردن. شیعه گریه میکنه برای این مصیبت 1400 سال. اگر یادتون باشه عرض کردم ائمه اطهار گریه میکردن، خب گریه نداره اگر اینجوره سرشون برهنه شد بشه، العیاذ بالله چادر از سرشون بردن ببرن. اگر غیرت نباشه و حجاب و حیا و اینا نباشه که اینا مهم نیست، چرا ائمه ما گریه کردن؟ چرا 1400 سال شیعه با تمام طبقاتشون گریه کردن؟ در مجلس میرزای بزرگ، میرزای شیرازی رضوان الله علیه، یه نفر از اهل منبر اونجا رفته بود که ذکر مصیبت کند، این مصیبت را خونده بود. تا جمله اول را خوند مرحوم میرزای بزرگ گفت صبر کن صبر کن، بذار ما حق این کلمه را اول ادا کنیم بعد کلمه های بعد را بگو، بذار اول حق این مصیبت را ادا کنیم، یعنی گریه بکنیم برای این کلمه اول، بعد برای مصیبت های دیگه اون وقت تو بخون تا ما گریه کنیم. اون عبارتی که اون آقا در محضر میرزای بزرگ خونده بود این عبارت بود: ثم ادخلت زینب علی ابن مرجان. حضرت زینب را وارد مجلس ابن زیاد کردن. همین کلمه را که گفت میرزا گفت این خودش مصیبته که دختر امیرالمؤمنین، دختر فاطمه زهرا، دختر پیغمبر، ناموس خدا را وارد یک چنین مجلسی کنند. لذا یه مقداری خودمون آقایون اگر زنها توجه دارن و گوش میکنن، اینا حرفایی نیست، شما نگید فلانی گفته، ما حرفای انشاءالله حرفای خدا و پیغمبر و ائمه، همون امیرالمؤمنینی که به حساب او اینجا آمدید، همون آقا امام حسینی که دوره سال به اسم امام حسین در شرق و غرب عالم واقعا بدون مبالغه میلیون ها مجلس، میلیون ها میگم، چیزی نگفتم اصلا، مبالغه نکردم، زیاد روی نکردم، میلیون ها مجلس منعقد میشود، همون آقا امام حسین، توجه کنید انشاءالله توجه دارید، شب عاشورا، یریه ساعتی از ساعات شب عاشورا، مطلب مفصل خلاصش عرض کنم که آقا امام حسین یه مرتبه با خواهرشون زینب بین بندهای خیمه، حضرت زینب اونجا قدم میزدن و امام حسین بیرون اومدن و با هم روبرو شدن. حضرت زینب به امام حسین عرض کرد آقا من میترسم بر شما فردا، میترسم این عددی هم که باقی مونده اینا هم برن، چون که از حرکت کردن امام حسین از مکه تا کربلا تقریبا دو مرتبه یا سه مرتبه مردم از اطراف امام حسین براکنده شدن، میترسم این چند نفری هم که هستن اینا هم فردا همه برن شما رو تنها بگذارن. فرمود نه خواهر اینجور نیست، من اینا رو امتحان کردم، حالا میخوای من دوباره اینا رو امتحان میکنم از برای خاطر خودت، اینا رو میخوام صداشون کنم، این فقط این کلمه رو میخوام عرض کنم. امام حسین به حضرت زینب فرمودن علیکی به ظهر الخیمه، برو پشت خیمه ها بیز، من اینا رو همه رو صدا میزنم بیان در خیمه، با اینا صحبت میکنم، تو از پشت خیمه گوش بکن، که این مردا، اونم شب شب عاشورا، این مردایی که میخوام صدا بزنم کیان؟ این مردا، اینا حبیب ابن مظاهره، اینا بریر ابن خضیره، اینا مسلم ابن عوسجه، عباد، زهاد، ابرار، اخیاب، اولیاء الله. من نمیگم، حضرت صادق میگن السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه، در زیارت اصحاب امام حسین، یا اولیاء الله، امام حسین دارن اولیاء الله را صدا میزنن که بیان، اما به خواهرشون میگن برو پشت خیمه. این معناش این نیست که
آدم بگه من به زنم مطمئنم، مگه امام حسین به زینب مطمئن نبودن؟ اونم دختر که در دامان فاطمه زهرا بزرگ شده، در زیر سایه امیرالمؤمنین بزرگ شده. من اطمینان دارم اطمینان ندارم این حرفا نیست تو کار. شما 100% به خانوادتون، به دیانت او، به عفت او، به پاکدامنی او، به ایمان او اطمینان داشته باشید. بسیار خوب، صحیحه، راست میگید، اما حجابم باید باشه. یا اینکه این آقا رفیق منه، بیاد تو خونه مانعی نیست حیال منم بیاد بشینه پهلوش. این رفیق شما هر چه آدم خوبی باشه دیگه به پای حبیب ابن مظاهر نمیرسه، نامحرمه هر چی هم خوب باشه. این محرم و نامحرم، این حلال و حرام را از ذهنمون ما خارج نکنیم، در نظرمون مجسم بداریم این معنا را که اون قانونی که خدا، پیغمبر، ائمه اطهار علیهم السلام پابندش بودن، یکیش حجابه، حجاب زن. زن هم هرچی هم پاک دامن باشه باید خودش را از مردهای نامحرم بپوشانه. حالا اون روایتی که از حضرت امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، حدیث خیلی مفصلیه که حالا من داره وقتم تموم میشه، راجع به امروز و راجع به آقا امیرالمؤمنین میخواستم صحبت کنم دیگه، حالا این حرفا اومد و عیبی نداره حالا یه شبم راجع به این جمله صحبت بشه، که وقتی که ملاحظه میفرمایید میبینید که ائمه اطهار صلوات الله و سلامه علیهم به این مطالب، یعنی همون جزء احکام اسلام این موضوع است، و چقدر به این مطلب ائمه اطهار علیهم السلام اهمیت میدادن. همه شما آقایون، شاید حتی این بچه هایی که نشستن و دارن گوش میکنن، شاید اینا هم شنیده باشن چند مرتبه که در مجالس حاضر میشن، همه شما شنیده اید که حضرت زهرا را بین در و دیوار فشار دادن. چرا بی بی رفت پشت در که فشارش بدن؟ آخر پشت در که جایی نیست آدم بره. همه تون میدونید که سبب رفتن بی بی پشت در این بود که مردم نامحرم ریختن در میان خانه، لکنها لاذت وراء البابی رعایتن للستر والحجابی، و الا پشت در رفتن که معنا نداره، برای اینکه خودش را از نامحرمها حفظ کند. اینا ریختن تو خونه فاطمه زهرا که بی بی رفت پشت در و شد اون چه شد. اینها را در دوره سال به عنوان تفاهم، نه عنوان کتک و تهدید و اینا، به عنوان تفاهم ما با زن و بچه هامون این حرفا رو در میان بگذاریم، که وقتی که از خانه بیرون میان، مخصوصا اگر جوان باشن و میرن بازار یا میرن بیرون، میرن حرم، در سفر، در حضر، این جهات را رعایت کنن، خودشون را بپوشانن. همین طوری که یه عده دزد اموال هستن، یه عده هم همه جای دنیا هستن، اینها دزد اعراض و نوامیس مردمن. همین طوری که ما پولامونو تو جیبمون میذاریم و نگهداریش میکنیم و در صندوق میذاریم و تو اتاق میذاریم برای اینکه دزدی نشه، دست دزد و چشم دزد به اون نخوریم، همین طورم باید نسبت به اعراض و نوامیسمون اهمیت بدیم. خیال میکنم همین اندازه کافیست، بریم سر بقیه مطالب. 63 سال آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در این دنیا عمر کردن. بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه‌ای که خوندن 30 سال قبل از شهادت امیرالمؤمنین، یعنی بعد از وفات پیغمبر، در مسجد پیغمبر وقتی که فاطمه زهرا از شوهرشون صحبت می‌کردن، این کلمات را در وصف امیرالمؤمنین میگفتن: مشمرا ناصحا مجدا کادحا. یا آدمی که آستینش بالا زده، دامنش بالا زده، این کیه؟ کسی که داره کار میکنه،
آستینش بالا میزنه، دامنش بالا میزنه، برای اینکه کار بکنه. به این آدم میگن مشمر، یعنی امیرالمؤمنین از اول جوانیشون به اصطلاح آستینا رو بالا زدن و دامنشون رو بالا زدن از برای کار کردن برای اسلام. مشمرن ناصحا، ناصح معنای خیرخواهه، همش دلش میخواد خیرش به مردم برسه، دلش میخواد مردم در سعادت زندگی کنن. مردمانی که در زندگیشون یه نواقصی هست، یه محرومیت هایی هست، این محرومیت ها برطرف بشه. چرا این انسان در زندگیش این نقص هست؟ این قانون تقاعد، به زبان عربی تقاعد میکن، به زبان فارسی بازنشستگی، این قانون را امیرالمؤمنین اساسش کوبیدن، عبور کردن یکی از اون روزها ایام حکومتشون. دیدن یه پیرمردی را کنار خیابون انداختن، همونجا مثل که زندگیش همونجا هست، به قول امروزی ها بله کنار پیاده رو. فرمودن چیه این؟ چی کار میکنه اینجا؟ گفتن آقا این یه غلام نصرانی بوده، مسلمان نبوده، این غلام یه آدمی بوده. خب وقتی که جوان بوده کار کرده و حالا دیگه پیر شده و عاجز از این که خدمتی انجام بده، ولهذا صاحبش گفته من دیگه اینو نمیخوام، چون این به درد من نمیخوره، انداختش بیرون. مثل یه آدمی که ماشینش قراضه بشه میره تو بیابون ولش میکنه. اینم میگه این پیره من دیگه به درد من نمیخوره، پیر شده نمیتونه خدمت بکنه. ادابش گفته برو بیرون، انداختنش کنار خیابون. امیرالمؤمنین فرمودن ما انصفتم الرجل استخدمتموه قویا و نبذتموه ضعیفا، انصاف نکردید، وقتی که نیرو داشت قوه داشت ازش کار گرفتید، حالا که پیر شده انداختی بیرون. امر فرمود امیرالمؤمنین از بیت المال مسلمین برای اون پیرمرد یه منزلی بگیرن و برای او یه حقوق مرتبی معین بکنن، تا زنده است این یه خانه داشته باشه و مکفا باشه، احتیاج پیدا نکنه که دست دراز کنه حالا که پیر شده و فرسوده شده. ببینید این به این آدم میگن ناصح، به این آدم میگن خیرخواه، که این دلش میخواد مردم محرومیت در زندگیشون نباشه. امیرالمؤمنین یه جوانی را دیدن، به طور سربسته میگم، با دستش خودش را مجنب میکرد، حضرت زدن رو دستش تا دستش سرخ شد، این برای تأدیب. بعدم از بیت المال زنش دادن، عیالش دادن. این احتیاج به زن داره، این عیال نداشتن یه نقصیه در زندگی این، ولهذا چون عیال نداره این کار را داره میکنه. به عنوان اینکه تو بد میکنی رو دستش زدن تعدیم، و به عنوان اینکه این یه نقصی خللی در زندگیش هست که این زن نداره، از بیت المال زنش دادن که دیگه احتیاجی به این کارها نداشته باشه. مشمرن ناصحن مجدن کادعا، یه انسانی که میبینید نیم ساعت کار میکنه، هر کاری، میگه خسته شدم، کمرم درد گرفت، خوابم میاد، حوصله‌ام سر رفت، دیگه بسه. بعضی هست اینا خستگی سرشون نمیشه، انقدر شوق دارن به کار، حالا هرچی باشه اون کار، که اینها احساس به خستگی نمی کنن. این آدم زحمت کش را به عربی میگوین کادح. کادح یه انسان زحمت کشیست که زحمت میکشه و خسته نمیشه، به قول معروف خستگی ناپذیر. امیرالمؤمنین در قضایایی که مربوط به خداست، که بالاخره اجر و ثوابش از جانب خداست، به حساب اسلام و مسلمینه، این آقا خسته نمی شدن که بگن به من چه، تا کی، تا چند. آقا من به شما ها جسارت نمی کنم، من راجع به خودم عرض می کنم، تا امروز که اینقدر عمر کردم در تمام عمرم یک شب نشده که من چنین کاری بکنم، یادم نیست که یک مثلا نانی، یک برنجی، یک غذایی
من بردارم شب و نصف شب مثلا، حالا اول شب هم باشه، ببرم در خانه بعضی از فقرا، بعضی از ارامل، بعضی از ایتام، اونم سر و صورتم هم بپیچم به یه جوری که اینا نشناسن که منم. به عمرم یادم نیست من همچه کاری کرده باشم. شاید شما برادرها اهل خیر هستید، از این کارا کرده باشید. این کار هر شب امیرالمومنین بود. مردم میرفتن شب میگرفتن میخوابیدن. خب دیگه چیز طبیعیه. اون وقت وقتی که میرفتن دیگه، اون وقت وقتیست که امیرالمومنین باید اون کیسه ای که پوست گوسفنده که بهش جراب میگن اینو پر کنن از خرما و نان و آرد و یه مقداری هم پول روی دوششون بگیرن. این آقایی که دربارشون نوشته شده اشترا الف عبد بکد یمینه و عرق جبینه، 1000 غلام خریدن، اونم نه از بیت المال، از پول زمینای خودشون که میرفتن بیل میزدن و عرق میکردن که کد یمین و عرق جبینشون بود. از واردات اون مزرعه ها آزادشون میکردن. این همه غلام دارن، غلام آزاد شده آزاد نشده، به غلاما نمیگفتن، خودشون برمیداشتن اون کیسه آرد را، خرما و نان را. اونم بنده یه چیزی احتمال میدم به ذهنم آمده، و اون به علم امامت خودشون که امشب این خانواده شام ندارن، میامدن و در میزدن. این بچه ها، زنها، یتیمها، فقیرها، اینا که نمیشناختن این آقا کی هستن، از حضرت امیر تعبیر میکردن به صاحب الجراب. جراب همون کیسه ای بود که در او خرما و نان و آرد بود. میگفتن اون که کیسه رو دوشش میگیره اومد. تا حضرت در خانه رو میزدن اینا رو ببینید، در بحار نوشته بعضی از خانه ها بچه ها پشت در منتظر آقا بودن که تا آقا در میزدن این بچه ها یک دیگر رو خبر میکردن جا انا صاحب الجراب. آقا میرفتن توی خانه، نان، خرما به اینها میدادن، آرد میدادن، پول میدادن. و این عبارت شیرینی که نوشته بچه ها مثل که طبیعتشون اینجوریه، غذا که میخورن سیر میشن، مثل که این خونشون به حرکت میاد، میدوند، داد میزنن از این طرف به اون طرف، یه حال نشاطی به اینها رو میده. امیرالمومنین میشستن این بچه ها که به نشاط میافتادن و از این طرف به اون طرف میدویدن و میگفتن و سرصدا میکردن، بس که لذت میبردن. از خانه میامدن بیرون، خانه دوم، خانه سوم. خدا میداند هر شبی امیرالمومنین چند خانه میرفتن، اونم خانه های ارامل و ایتام و فقرا و مساکین که اینها لابد یه مرد نداشتن، مردشون مرده، مردشون کشته شده، مریض، زمینگیره، بالاخره ممر معاشی و موردی برای اداره زندگیشون نبوده، نداشتن. امیرالمومنین به اینها رسیدگی میکردن که میفرماید حضرت زهرا مجدن کادها، آقا 63 سال عمر این طوری در این راه، غیر از اون سخنرانی هایی که میکردن، اون خطبه هایی که میخوندن، مردم را روشن فکر میکردن، غیر از امر به معروف و نهی از منکرهایی بود، اصلا میخواستن به قول اصطلاحات جدید یه مدینه فاضلهی درست کنن، یعنی یه مجتمع پاک و پاکیزه. یه قرآن رو باز میکردن حضرت امیر تو بازار جلو کاسبا، میگفتن بخون ببین این قرآنه، قرآن نشونش میداد در ترازو کم نکن، این جنسایی که میفروشی مبادا که سنگ ترازو رو کم بذاری. آیه رو براش میخون، قرآن نشونش میداد. حتی روایت داره به خیاط ها میرسیدن، اینایی که لباس میدوختن. خب اون وقت که چرخ خیاطی که نبود، سوزن بود و نخ، به اینها میفرمود قرب و دروز،
این درزه ها رو نزدیک هم کنید که این لباس زود شکافته نشه، آستین زود شکافته نشه، پاره بشه. خلاصه محکم کاری بکنید. به ماهی فروشا عبور می کردن می فرمود سگ ماهی نفروشید. یه حیوان هایی بوده که زبان اسم فارسیش و اسم عربیش مار ماهیه، مثل ماره اما در آب زندگی میکنه. اون وقتا مثلی که ایزن از این حیوان ها خوب اون طوری که تو آب میانداختن ماهی بود، سگ ماهی بود، مار ماهی بود، اینا همه رو بیرون میاردن. بعضی از اینها سگ ماهی میفروختن، بعضی از اینها مار ماهی میفروختن. امیرالمومنین میرفتن به اینها میگفتن سگ ماهی نفروشید، مار ماهی نفروشید، اینا گوشتش حرامه، شما نفروشید که مردم بخرن و بخورن. ببینید یه موجودی که همینطور راه میرود و مردم را اصلاح میکنه. چرا امیرالمومنین؟ خب حالا مار ماهی و سگ ماهی بفروشن و یه عده بخورن و به جهنم؟ نه، لابد یه چیزی هست به اضافه این که خلاف قانون خداست. خدا که بی خود حرام نکرده، لابد در این گوشت سگ ماهی یا این گوشت این حیوانات نجس لابد یه ضررهایی، مرضهایی، یه عوارضی هست، و الا خدا چرا حرام بکنه؟ خب آقا امیرالمومنین نمیخوان یه عده‌ای این گوشتای حرام را، این حیوانهای حرام گوش را بخورن بعدا مبتلای به یه مرضهایی، به یه قضایایی بشن. خیرخواهی مجدن ناصحا، مشمرن ناصحا و مجدن کادحا. غیر از اون جنگ هایی که از برای امیرالمومنین چه در زمان پیغمبر اتفاق می افتاد و چه اون سه تا جنگی که این اواخر برای حضرت در ایام خلافت ظاهریشون اتفاق افتاد، جنگ جمل، بعدن جنگ صفین، بعدن جنگ خوارج، که در تمام این جنگ ها مطلب آقا اینقدر مفصله، تاریخ مفصله، نه من حالش دارم نه شما وقتش دارید که گوش کنیم. اینقدر امیرالمؤمنین سعی و کوشش میکردن که جنگ نشه. در همین بصره که رسیدن اونجا خیمه زدن و زن پیغمبر رو گذاشتن و طلحه و زبیر و عبدالله ابن زبیر، اینا سرهای فتنه و شر بودن. امیرالمومنین ابن عباس فرستاد، اینه فرستاد، اونه فرستاد، برو با اینا تفاهم کن، چرا میخوان جنگ کنن، چرا میخوان آدم کشی را بیندازن، چرا چرا؟ فایده نمیکرد. اونا به قول معروف با کل شقی جواب میدادن. در جنگ صفین همین کار کردن، در جنگ خوارج 12,000 نفر اینا همه جمع شده بودن که با امیرالمومنین به جنگن. بابا 12,000 بشره، 12,000 پشه که نیست، 12,000 مگس که نیست، 12,000 بشره. هر بشری به چند نفر مربوطه، یا پدر اینه، شوهر اونه، پسر اونه، برادر اونه. امیرالمومنین به ابن عباس فرمود ابن عباس برو با اینا حرف بزن. گفت آقا میترسم. فرمود منم پشت سر سوار میشم، سوار شتر. سوار شدن این چیزی هم دور صورتشون پیچیدن که شناخته نشن. ابن عباس همینطور سواره اومد تا رسید بین 12,000 نفر در حرورا. حرورا اگر یادتون باشه تو راه سامرا بود، همون جایی که دو جیل و غیر دو جیل، این واقعه اونجا اتفاق افتاد. ابن عباس رسید، بنا کردن خوارج، به او بد گفتن ابن عباس تو هم مثل رفیقت کافر شدی، یعنی حضرت امیر. ابن عباس توبه کن، ابن عباس استغفار کن. گفت من اومدم با شما صحبت کنم. گفتن ما اصلا به حرف تو گوش نمی کنیم، چرا صاحب تو رو فرستاده؟ خب صاحب تو یعنی حضرت امیر، رفیق تو چرا خودش نیامده؟ خودش بیاد با او میخوایم حرف بزنیم. گفت این خودشه، آقا پشت سر من سواره. حضرت باز کردن، همه دیدن شناختن آقا را. فرمود اکلکم شهد معنا صفین، ای 12,000 جمعیت، شما همه تون روز صفین بودید؟ گفتن بعضی همون بودیم، بعضی همون نبودیم. فرمود خب
اونهایی که بودن یه طرف بیستن، اونهایی که نبودن یه طرف، تا من با اونهایی که بودن صحبت کنم، چون اونا بودن میفهمن. اون وقت آقا راجع به تحکیم حکمین که مطلب مفصله با اینا صحبت کردن که شماها به من فشار آوردید، شماها ریختید تو خیمه من، گفتید که میکشیمت همچنانی که عثمان را کشتیم. معاویه داره میگه قرآن را حکم قرار بده، قرآن قبول نداری؟ شماها به من فشار آوردید که من قبول کنم، حالا که قبول کردم شماها اوقاتتون تلخ شده، میگی چرا قبول کردی؟ مگه اختیاری من بود؟ مگر من اینقدر داد نزدم؟ ای مردم، این حیله عمرو عاصه، این حیله معاویه است، حق بازیه، دارم کلا سرتون میذارم. هی شما داد زدید، فریاد کردید نخیر نخیر قرآنه، اینا میگن بیاد قرآن را ما حکم قرار بدیم، ببینیم قرآن چی میگه، هرچی قرآن میگه قبول کنیم. نگفتید؟ گفتن چرا؟ فرمود خب من چیکار کنم؟ حالا گناه من چیه که آمدید به جنگ من؟ از اون طرف یکی از اصحاب ظاهرن جابر بود، رفت اون طرف یه پرچمی را زد به زمین، گفت هر کس بیاد زیر این پرچم در امانه، یعنی توبش قبول داریم. 12,000 آدم جنگجو مهیای کشتن حضرت امیرن، یک مرتبه 8,000 نفر آمدن زیر اون پرچم، رفتن به اون طرف. 8,000 نفر را حضرت امیر از کشته شدن نجات دادن. به چی؟ به تفاهم، با صحبت کردن با اونها. موندن 4,000 نفر. هر چی آقا با اینا صحبت کردن، اینا یک آدم هایی که چنان شیطان دست روی چشم و گوششون گذاشته بود که انقدر خودشون آدم خوبی میدونستن، از حضرت امیر هم به خیال خودشون خودشون را مؤمنتر و مسلمانتر میدونستن. المتقدم لکم مارق، اونی که از شما بخواد جلو بیافته، این از دین خارج شده. حالا این 4,000 نفر اینا میگن نخیر، باید ما علی را بکشیم. چرا قبول کرد تحکیم حکم این را؟ حضرت امیر رو کردن به اصحابشون، فرمود ای اصلا در دنیا از آدم ابوالبشر تا حالا تا روز قیامت همچه قصه واقع نشده. فرمود حمله کنید بر اینها، والله لا یقتل منکم عشره ولا ینجو منهم عشره، از شما 10 نفر کشته نمیشه، از اونا 10 نفر زنده نمیمونه. خیلی عجیبه ها. اصحاب حضرت امیر حمله کردن، اونام حمله کردن، از 4,000 نفر 9 تا سالم موندن، زنده موندن. اینام فرار کردن، بعضی ها رفتن الجزائر که مذهب خارجی الان در لیبی و تونس و الجزائر اساسش اینا کوبیدن، بعضی ها رفتن طرف زنجبار و افریقای شرقی مذهب خوارج را اونجا بخش کردن، بعضی ها جاهای دیگه. خلاصه از 4,000 نفر 9 نفر اینا زنده بودن و فرار کردن، از اصحاب حضرت امیر 9 نفر کشته شدن، 10 نفر نشدن. این چه جنگیه؟ این همه کشتن و کشته کم دادن. یه نفرم به حضرت امیر گفت آقا قوم یعنی خوارج همه هلاک شدن. فرمود نه، هلاک نشدن، اینا در کمرهای پدرها هستن، در رحمهای مادرها هستن، در آینده خواهن اومد. همشون راهگیر و دزد و دزدای سرگردنه و اینها خواهن بود. این مذهب که مذهب خوارج باشه، اثرش باقی مونده بود در بین عده ای. اونایی که باباهاشون، عموهاشون، برادرهاشون کشته شده بودن، اینها این مذهب خارجی و خوارج را حفظ کردن. یکی از اونها عبدالرحمن ابن ملجم بود که به همون انگیزه مذهب خارجی که از خوارج بود، این نانجیل ابوبکر مرد، عمر مرد، عثمان مرد، درباره این ستا این عبارت و این کلمه را مورخین ننوشتن، حتی سنیام ننوشتن، چه رسد به شیعه. ولی درباره امیرالمؤمنین این عبارت را نوشتن بعد از اون ندایی که جبرئیل
اون صدایی کرد و همه مردم شنیدن. مردم کوفه هم میدونن دیگه الان اول فجر، اول صبحه و الان امیرالمومنین در مسجدن دیگه، هر همیشه همینجور بوده. ولذا مردم همینطور به طرف مسجد بنا کردن آمدن. نمیدونم چند دقیقه طول کشید، مسجد کوفه خیلی مسجد بزرگیست. تازه میگن این مسجد کوفه کوچکتر از اون اولیشه، اول بزرگتر و واسعتر بود. این مسجد به این بزرگی شاید 60-70 هزار متر مساحت این مسجد بود یا بیشتر، بیشتر. یک مرتبه لبالب جمعیت شد بین طلوعین، اینطور لبالب جمعیت شد. آقا در محراب افتادن و آب آوردن که صورت آقا را بشورن و محاسن آقا را بشورن، چون ابن ملجم علیه اللعنه که نگذاشت آقا نمازشون را تمام کنن، نماز صبح آقا را به هم زد. امیرالمومنین نشسته نماز صبحشون را خوندن. برای اینکه دیگران به اشتباه کشته نشن صدا زدن قتلنی ابن الیهودیه، چون مادر ابن ملجم زن یهودی بود. قتلنی ابن الیهودیه لا یفوتنکم الرجل، مردم فرار نکنه این. میخواستن قاتلشون فقط دستگیر بشه. علی کل ابن ملجم هم دستگیر شد، چون که وقت نیست. بیرون مسجد یک نفر دید و شمشیر خونین زیر عباش و زیر رداش دید، بهش گفت وای بر تو میترسم، تو آقا رو کشتی. میخواست بگه نه، گفت آره. اونم اومدن و بالاخره گلاویز شدن و گرفتش و آوردش وارد مسجد. این مسجد لبالب جمعیت. این کلمه است که میخوام حضورتون عرض کنم که درباره مردن هیچ خلیفه ای این نوشته نشده. نوشتن فلا ترا الا صفق الایدی علی الرؤوس، تمام این جمعیت همینطور تو سرشون میزدن. چطور وقتی که سینه زنی یه جای هست شما نگاه میکنی ببینید دستا میره بالا و میاد پایین، اونجا هم این دستا میرن بالا، هم تو سرشون میزدن جمعیت. آقا هنوز از دنیا نرفتن، فقط وردتی رسیده به فرق آقا. شما ببینید این آقا امیرالمومنین با مردم چطور رفتار کرده بودن، که هر فردی از افراد مردم این آقا رو از پدر خودش مهربانتر تشخیص داده بود. غیر از حالا اون عظمت و اون فضائلی که در این آقا جمع شده بود، حالا امام حسن نماز خوندن و مردم اونایی که بعد آمدن اقتدا کردن، دیگه ها نزدیک طلوع آفتابه، باید آقا را ببرن منزل. زن و بچه پریشانن، اونا هم شنیدن ندا را تهدمت، آقا که نمیتونن را برن. همه تون اهل نمازید، آقایون کجای پیشانیتون روی مهر میذارید؟ همین روی ابروها اینجا نیست؟ نوشتن وربت تا جای سجود رسیده بود، سر و پیشانی را شکافته بود. دیگه همچه آقای قدرت راه رفتن ندارن، اونم با اون خونهایی که ریخته روی لباسهای حضرت و اون محاسن سفیدی که خضاب شده است. بالاخره آقا را برداشتن. چطور برداشتن نمیدونم، کسی آقا را به دوش گرفت و آورد خانه، یا اینکه یه پارچه‌ای یه چادر شبی چیزی آوردن و آقا را خوابوندن و برداشتن. علی کل حال دیگه نزدیک در خانه که رسید فرمود من زمین بذارید که من با پای خودم وارد خانه شوم. این دخترها، این بی بی ها نبینن که آقا را این طوری وارد خانه کردن. این بیشتر موجب ناراحتی اینها میشه. ببین دریای عاطفه و رأفت و شفقت و مهربانی را که نمیخواد این اندازه زن و بچهش متأثر بشن. آقا را وارد منزل کردن. آقا را که دارن میبرن طرف خانه، جمعیت هم پشت سر دارن میان. وارد خانه که شدن هم تو اومدن مردم،
آقا نشستن اونجا، رو کردن به جمعیت، فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی و خففوا سؤالکم لمصیبت امامکم. مردم هر چی میخواد بپرسید، من دارم میرم، قبل از آنی که من از دستتون برم هر چی میخوان سوال کنید، ببین آقا در چه حالی است و چطور در فکر مردمه. نوشته یک نفر از آقا چیزی سوال نکرد، چون همه بنا کردن گریه کردن، گفتن ما دیگه نباید آقا را در زحمت بیاندازیم، آقا حال صحبت کردن ندارن. برای امیرالمؤمنین اطباء آوردن، شیر توصیف کردن برای آقا. هر وقتش نمیشد، آقا امام حسن ظرف شیر می آورد از برای پدر بزرگوارش. رفتار آقا با این بی بی ها عوض شده بود. من دیدم اینایی که احساس میکنن دارن میمیرن دیگه رفتری هستن، اینا با بچه هاشون یه طوری دیگه رفتار میکنن، با محبت و نوازش رفتار میکنن. این بچه ها دور آقا رو میگن، 28 تا اولاد دارن حضرت، پسرها دخترها، خب بعضی ها که بزرگن، بعضی ها هنوز کوچکن. یعنی آقا قمر بنی هاشم یا آقای 14 ساله است، بقیه همینطور 10 ساله 12 ساله کمتر و بیشتر. اینا دور آقا جمع شدن، دور بستر آقا جمع شدن. حضرت به این بچه ها نگاه میکنن که اینا عنقریب بی پدر خواهند شد، عنقریب یتیم خواهد شد. گاهی گریه میکردن بر حال بچه هاشون، گاهی به اینها دستور صبر کردن و امر به تقوا میفرمودن. مهم این است که زنها نبینن نفهمن که امیرالمؤمنین در چه حالی هن. بلاغذای دستمال و عصابه دور سر حضرت بستن که زخم پیدا نباشه، مبادا زینب کبرا ببیند زخم سر بابا را، مبادا این بی بی ها ببینند زخم سر را. امیرالمؤمنین چقدر در فکر بچه هات بودی که مبادا سر شکافت را ببینن. آقا به خدا جاد کربلا خالی بود که ببینیم دخترات این بی بی ها چگونه سرهای بریده مردهاشون را دیدن، سرهای روی نی، اون بدنهای نازنینی که با اون بدنها چه رفتار شده بود. نمیدونم خیلی معطلتون کردم، طول کشید، عیبی نداره این جمله را عرض کنم. در مجلس ابن زیاد ملعون است و نشسته روی صندلی و جلوشم یک تشتی است، در آن تشت سر نازنین حجت خدا ابی عبدالله الحسین است. بی بی ها هم یه گوشه نشستن. یه مرتبه از بین زنها بی بی رباب برخاست، آمد وسط مجلس، اون سر را برداشت به سینه جزمان. ابن زیاد نانجیب ملعون گفت کیه این زن که اینطور جرأت کرد بیاد از جلو این سر را بردارد؟ گفتن به او این رباب است. این همین است که مورد لطف و عنایت امام حسین بوده. گفت سر را از او بگیرید. ریختن نانجیب ها که سر را از بی بی بگیرن، ولی بی بی سر را به سینه چسبانده بود، نمیخواست سر را بده به اونها. این نانجیب ها برای اینکه سر را بگیرن بنا کردن با تازیانه به سر و صورت رباب زدن، سر را گرفتن از او. ابن زیاد گفت ببرید اینها را به زندان. در میان زندان بی بی زینب نگاه کرد، دید از زیر مقنعه رباب خون جاریه. چقدر زده بودن این نانجیبا از روی دلسوزی و محبت و شفقت. بی بی زینب فرمود رباب چرا همچی کردیم که این طور با تو رفتار کنن؟ عرض کرد بی بی روز عاشورا
امام حسین با همه وداع کردن، خدا حافظی کردن، تمام زن و بچه با آقا وداع کردن. اما من در خیمم نشسته بودم، حیا کردم برم با آقا خدا حافظی کنم. بعدن که آقا شهید شدن دلم سوخت، گفتم کاش منم رفته بودم دست آقا رو میبوزیدم، کاش منم رفته بودم با آقا وداع میکردم، خداحافظی میکردم. حالا که چشمم به سر نازنینش افتاد، عوض روز عاشورا که با او وداع نکردم، الان سر نازنینش را به زینه جذبندم. و حسینن و این منی حسینن اقصدتو اسنتو ادعیائی.